مسئله زنکشی یک مسئله، بارها گفتم، چند لایه و تنیده به همه، یعنی مسائل سیاسی، تبعیض‌های جنسی و جنسیتی، قواعد مردسالارانه هر چقدر شدتش بالاتر باشه، اون در واقع قبیله‌ای و عشیره‌ای تصمیم گرفتن در مناطق روش اثر گذاره. در مناطقی که همچنان بزرگترها تصمیم میگیرن کی با کی ازدواج کنه، کی چه زمانی از کی جدا بشه، کدوم زندگی ادامه پیدا کنه، کدوم زندگی تموم بشه، طبعا این اتفاقها بیشتر خواهد افتاد. خیلی خوش اومدی مریم جان به این گفتگو، گفتگویی که در رابطه با گزارشت هست، گزارش واقعا تلخ و وحشتناک و غم انگیز درباره قتل‌های ناموسی مهما. فقط یک ماه مهماه 1402 که در اون 10 قتل ناموسی گفتی تو گزارشت هم نوشتی که اتفاق افتاده. به نظر میرسه یکم آمار عجیب غریبه که توی فقط یک ماه و اونم در 10 روز اول تا اونجایی که میدونم این آمار ثبت شده. به نظر بالا میاد چنین آماری، درسته؟ از نظر تو چطوره؟ سلام و ممنون از دعوتت لیدا جون. ببین، واقعیت اینه که بله، آمار خیلی زیادیه. در 10 روز اول مهر ماه 1402 ما 8 تا قتل ناموسی داشتیم و 2 تا خودکشی که تحت فشار خانواده ها رخ داده و منجر به مرگ 2 تا زن شده، و خب اونها هم به نوعی قتل ناموسی حساب میشن چون به خاطر اعمال قدرت با در واقع اعمال فشار برای اینکه زنی رو تحت سلطه در بیارن، مجبورش بکنن اونطوری که اونا میخواد زندگی کنه، یا اگه سر باز بزنه انقدر تحت فشارش بذارن تا طاقتش تاق بشه و خودش رو از بین ببره. هیچ فرقی با اینکه اونو مستقیما بکشن نداره، فقط روند دردناکتری رو طی میکنه فرد. متاسفانه همینطوری که گفتی، و تازه من نکته مهم اینه که این آمار حداقلیه، یعنی این آمار افرادی هستن که ما موفق شدیم روایتشون رو راستی آزمایی کنیم، مطمئن بشیم که صحت داره و به جزئیاتی در مورد اونها دسترسی پیدا کنیم، حالا به لطف کسانی که گاهی وقتا خودشون رو به خطر میندازن و اطلاعات رو میرسونن. یک روز بعد از انتشار گزارش ما یک زنکشی در محلات گزارش شده که زن جوانی رو داییش با اسلحه شکاری فقط به دلیل اینکه اون زن از همسرش جدا شده و طلاق گرفته بوده کشته. خیلی خیلی وضعیت بغرنجیه و یکی از دلایل ناراحتی جامعه مدنی در این مورد اینه که عملا هیچ در واقع اتفاق بازدارنده ای رخ نمیده در مواجهه با این اتفاقایی که داره در گوشه گوشه ایران میفته. دقیقا همینطوره و آمار همینطور بالاتر هم داره میره. در رابطه با خودکشی اولی که توی همون ابتدای گزارشت اومده، خودکشی پریسا تاکستانی، یه توضیح بده که خب به هر حال اطلاعات اختصاصی هم داشتی در این خصوص توی گزارشت، چطور اتفاق درست. ببین، پریا تاکستانی اول خبرش رو اگر اشتباه نکنم سازمان حقوق بشری هنگا منتشر کرد، منتها یه سری داده های نادرستی توی اون خبر وجود داشت. مثلا سن پریسا رو زده بودن 17 سال و گفته بودن که به خاطر اجبار به ازدواج با پسر عموش خودکشی کرده. من بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردم پریا 19 ساله بوده، با پسر عموش عقد کرده بوده، در یک خونه زندگی میکنه که یک آپارتمان خانوادگی است. 2 سال پیش پدر پریا فوت شده، از دنیا رفته. پریا همراه یه خواهر و برادر و مادرش در آپارتمانی زندگی میکنه که خانواده عموش هم توی همون ساختمون زندگی میکنن، پدر بزرگش هم در همون ساختمون زندگی میکنه. پدر بزرگ پریا در واقع ولی اون به حساب میاد، قیمش به حساب میاد الان و خانوادهش رو هم سرپرستی میکنه. مطابق قوانین هم در واقع همون اختیارات عملی که پدر خانواده برای فرزندانش داره الان به پدر بزرگ و عموی پریا واگذار شده و مادرش عملا هیچ اختیاری در این زمینه نداره که بخواد مانع اتفاقی بشه. پدر بزرگ پریا علیرغم اینکه پسر عموی پریا ازش 1 سال هم کوچیک‌تر بوده، مجبورشون میکنه که این دوتا رو به عقد هم
در بیارم. بعد از اینکه این اتفاق میفته، هم پریا تحت فشار قبول میکنه که به عقد پسر عموش در بیاد، هم خانواده عموش در واقع تحت فشار و اجبار قرار گرفته بودن که این رو بپذیرن. بعد از یه مدتی پسر عموی پریا به پریا میگه که من نمیخواستم با تو ازدواج کنم و تحت اجبار این کارو کردم و الان دیگه نمیخوام. خانواده اون هم یکی دو بار پریا میشنوه که به پسرشون میگن پریا به درد تو نمیخوره، تو بعد ازش جدا بشی، و در واقع اونها هم پریا رو نمیخواستن. همین امر باعث میشه که پریا بسیار از نظر روحی آسیب ببینه، به مراحل باریکی برسه وضعیت روانیش که تصمیم بگیره خودش رو بکشه. منبع آگاهی که با من صحبت کرده بود گفتش که روزی که پریا تصمیم گرفته بود این کار بکنه، مادرش برای ساعتهای کوتاهی، یعنی برای دقایق کوتاهی، همراه خواهرش از خونه خارج میشن. موقع خدافزی پریا دست مادرش رو هم بوسیده و گفته که داری میری بیرون، مثلا خدافزی میکنه، ولی اونا متوجه نمیشن که این قضیه یه ذره متفاوته از چیزی که به صورت نرمال باید اتفاق بیفته. و وقتی برمیگردن هر چقدر در میزنن میبینن کسی در باز نمیکنه. متاسفانه وقتی که در باز میکنن با پیکر حلق‌آویز شده پریا مواجه میشن. خیلی واقعا دردناکه. در رابطه با خودکشی های دیگه که حالا تو این 10 روز اتفاق افتاد در مهر ماه برامون بگو، و اینکه خب حالا بر اساس گزارش های قبلی هم که داشتی در رابطه با عوض میخوام در مورد قتل ها داریم صحبت میکنیم که بله بیس اصلی گزارش اینه، ظاهرا استانهای غربی ایران از جمله کردستان، آذربایجان غربی آمار بالاتری از زنکشی دارن به نسبت استانهای دیگه. این علتش چی میتونه باشه؟ و خب در رابطه با بقیه قطعه هم توضیح کوتاهی به ما بده. ببین، واقعیت اینه که ما چند تا استان در ایران داریم که آمار زنکشی در اون بیشتر مخابره میشه. یکی کردستانه، یکی آذربایجان غربیه، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تا یه حدی هم ایلام. مسئله زنکشی یک مسئله، بارها گفتم، چند لایه و تنیده به همه، یعنی مسائل سیاسی، تبعیضهای جنسی و جنسیتی، قواعد مردسالارانه هر چقدر شدتش بالاتر باشه، اون در واقع قبیله‌ای و عشیره‌ای تصمیم گرفتن در مناطق روش اثر گذاره. در مناطقی که همچنان بزرگترها تصمیم میگیرن کی با کی ازدواج کنه، کی چه زمانی از کی جدا بشه، کدوم زندگی ادامه پیدا کنه، کدوم زندگی تموم بشه، طبعاً این اتفاقها بیشتر خواهد افتاد. در یه سری از مناطق جامعه مدنی نسبت به این اتفاقا حساس داره. مثلا ما اخبار زنکشی کردستان رو سریع مخابره میشه. چرا؟ برای اینکه هم نهاد حقوق بشری وجود داره که اخبار کردستان رو پوشش میده، هم جامعه مدنی کردستان نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست، نسبت بهش واکنش نشون میده، هویت ها رو ثبت میکنه. در خوزستان هم تا اندازه زیادی اینطوری شده، یعنی بچه‌هایی که در حوزه در واقع زنان کار میکنن توی اون منطقه نسبت به این حوادث بی تفاوت نیستن و هر چقدر هم تکرار بشه جان هر زنی به یک به همون اندازه که زن دیگری کشته میشه، هر مدلی که روایتش باشه، اونا سعی میکنن ثبتش کنن، منتقلش کنن. هرچند که تا مسئله قانون و بازدارندگی قانونی حل نشه ما نمیتونیم امیدوار باشیم که اتفاق خاصی در این زمینه بیفته. دقیقا میخواستم الان به این اشاره کنم که واقعا همون مجازات های قانونی و قضایی که تو ایران بر اساس به هر حال خانواده مقتولینی که زن هستن اصلا مجازات خاصی نمیشه گفت اصلا دارن اینا، خیلی واقعا در مورد این پرونده نمیشه کار کرد تا موقعی که قانون عوض بشه. حالا نه تنها که قانون عوض نمیشه، که حتی یه جاهایی مثلا مجوز قانونی به افراد داده میشه. مثلا من در مورد بعضی قتلها خاطرم هست به درستی که آدمها اشاره میکردن، کسانی که اطلاع میدادن میگفتن که مثلا ما مراجعه کردیم به مثلا کلانتری و گفتیم که فلان اتفاق افتاده، و به محض اینکه میشنیدن مثلا ما اهل کدوم شهر هستی، میگفتن شما برین با بزرگترها ریش سفیدی این موضوع رو حل کنین. یعنی اصلا خود قانونگذارم ترجیحش اینه که این مسائل رو به عشیره، به خانواده، به بزرگترها، به ریش سفیدها واگذار کنه و وارد عمل نشه، چون اگر وارد عمل بشه ناچار به تغییر قانون میشه و خب حاکمیت جمهوری اسلامی نمیخواد چنین کاری انجام بشه.
بله همینطور. مرسی ازت، ممنونم که در رابطه با جزئیات بیشتر این گزارش اینجا توضیح دادی به ما. خواهش میکنم. ممنون از دعوتت لیدا جان.